إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. برای شناخت احادیث مقدمتاً باید انسان یک مروری به سرگذشت حدیث داشته باشه که چه مشکلاتی داشته نقل حدیث. وقتی سید انبیا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمودن، البته یه مقدار قبل از رحلت شروع شد که همین جلوگیری از وصیت نامه حضرت از اون وقت شروع شد، اون وقت بعد از رحلت حضرت این جریان تشدید شده. خود کتاب های معتبر اهل سنت اینها را ضبط کردن، جسته و رخته پیدا میشه اونجا. تا این اواخی ما تألیف مستقلی در این باره در بین شیعه نداشتیم. میشد از اون کتاب از اون کتاب از اون کتاب مداری که به دست بیاریم که بعد از حضرت نقل حدیث به صورت شدید قدغن شد، کسی حق نقل حدیث نداشت. ما الان از دور به صحابه با یک دیدی نگاه میکنیم، خیال میکنیم اینها هر کدوم 10 سال 20 سال کمتر بیشتر حضور حضرت بودن، حتما خیلی از حدیث یاد گرفتن. اما با مراجعه به بعضی از مدارک، از جمله یکی از صحاح سته را میگن سنن نسائی. در سنن نسائی اومده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب می نشستن در همین محل نماز، ذکر میگفتن، تقریبات میکندن. اینها صحابه هم نشسته دور حضرت میگفتن، میخندیدن، قصه میگفتن، این کلمات سنن نسائیه. قصه میگفتن، با هم تاریخ نقل میکردن، میخندیدن. اونجا هم پیغمبر خدا یک ساعت نشسته ذکر میگه، یا مثلا برای یک کسی خواست حدیث بپرسه حدیث میپرسه. اما بقیه اینجورن. بنابراین ناقلین حدیث اصحاب عده‌ای کمی میتونن باشن و اونهایی که بیشترین احادیث را بلد بودن به اونها خلیفه یک ساعت حق خروج از مدینه را نداده، حتی به عنوان که در لشکرکشی در سپاه اسلام اینها شرکت کنن، اینها جزء لشکر هم نبودن. اینها در واقع بدون اسم رسم ممنوع الخروج بودن. اونا که حدیث بلد بودن از مدینه نرفتن. در مدینه که بودن یکی دو نفرشون گاهن حدیث میگفت، خلیفه تشدید کرد، اینا چیه که هی مردم ها با احادیث مشغول کردید؟ ملت های قبل از شما شروع کردن به نقل احادیث، اینها کتاب‌های انبیاشون از بین رفت، شما این احادیث رو میگید اینا خلط به قرآن میشه، قرآن ضایع میشه، کسی حق نداره این حرفا رو بزنه. اینا ممنوع شدن از نقل حدیث. حتی در کتاب‌های معتبرشون این البدایه و نهایه تاریخ ابن کثیر خیلی خیلی آدم متعصب عجیبیه. بدیهیات احادیث صحیح درباره امیرالمومنین علیه السلام را
این به 10 شاهی نمیخره، میگه یک دونه سند صحیح نداره، انما ولیکم الله یک دونه سند صحیح نداره. میگه درباره حدیث داری کتاب مستقلی نوشتن، با همه این قلب من اینا نمیپذیره که این درست باشه. این ابن کثیر با این انادش این می نویسد که ابو هریره گفت که اینهایی که الان به شما نقل می کنم اگر در زمان عمر یه تک دونه از اینها را می گفتم پدرم را در می آورد. یه همچون جریانی بر سر احادیث اومده، هم درباره خلیفه اول هم درباره خلیفه دوم خودشون در کتاب های معتبر نوشتن. مقداری از اینها را اون عالم الازهر محمود ابو ریه در کتاب ابو هریره آورده.